رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه در حقیقت 29 خرداد ماه است، 19 ماه جون. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن. عرضم به حضور شما که امروز یک مهمان ویژه داریم. کسانی که میهن تیوی رو دنبال میکنن، علی خصوص برنامه های روزهای یک شنبه و مهستان جنبش سکولار دموکراسی رو پی میگیرن، با نام و چهره این نازنین آشنا هستن. او کسی نیست جز آقای حسن دانشور. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم و سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. درود بر شما جناب آقای بهبانی. من هم سلام دارم خدمت هم میهنان عزیز و تماشاگران این برنامه و سپاسگزار زحمات شما هستم برای سالهای طولانی که این تلویزیون رو، این برنامه در واقع نزدیک کردن مردم به هم دیگر، روشن فکران و مردم رو تعقیب کنید. ممنونم از همه محبت های شما. هر خصوص حضور شما در روزای یک شنبه خیلی خیلی به نظرم مختنم یه قناعی دیگه است به اون برنامه. من با توجه به سخنان شما و نگاه شما در طی این سالها که با شما آشنا شدم در کنگره سکولار دموکرات ها تا امروز، فکر کنم حدود 5-6 سالی میگذره و میخوام یه سوال سخت رو در حقیقت مطرح بکنم و این هیاهویی که وجود داره، جامعه‌ای که در حال تقلاس برای تغییر داره یه جوری جان میکنه و با ناخون در حقیقت داره کوه میکنه در مقابل یه نظام جبار ستمگری که تاریخ جهان به خودش ندیده همچین موجودات ابله نادانی که ضمن نادانی یه جور دشمنی دارن اصلا با انسانیت، با رفاه مردم. رفتار کردارشون ظرف این 40 سال همین رو نشون داده. از رهبرش گفت هیچ احساسی نداره و این منتقل شده به اینها. اینا موجوداتی هستن از گور برآمده، از گور تاریخ بیرون اومده، متعلق به جهان امروز نیستن. همون داعشی هستن که رسانه‌های غربی نشون میده. ولی در مورد اینا نمیدونم چرا غربی ها تعلل میکنن و در حقیقت یه جور با اینا رو درسته. سوالی که از شما دارم اینه که در حقیقت دو تا سواله. یکی این میخوام بپرسم از شما راجع به آسیب شناسی اپوزیسیون در خارج کشور، این مشکلش چیه؟ و تو دل این سوال یه سوال اساسی وجود داره و اون این همه دشمنی و نقاری که وجود داره بین این علی‌خصوص شخص شاهزاده رضا پهلوی و این نیروهایی که خودشونو منتسب به چپ میدونن، این چیه؟ این دلیلش چیه به نظرت؟ کجاست؟ پس بنابراین دو سوال رو از شما همزمان پرسیدیم، یکی همین آسیب شناسی اپوزیسیون که فکر میکنم یکی از مهمتریناش همین ماجرای شخص رضا پهلوی و شاهزاده پهلوی باشه. میخوام نگاه شما رو به این دو مقوله بشنوم. بفرمایید.
خیلی ممنون. من فکر میکنم که خب این دو سوالی که شما فرمودین در واقع یک زمینه خیلی خیلی گسترده‌ای رو در بر میگیره، که از خود تعریف اپوزیسیون شروع میشه. اپوزیسیون در کشورهای دموکراسی دموکراتیک، که کشورهایی که دموکراسی مستقره، اپوزیسیون در کشورهایی که تلاش میکنن برای رسیدن دموکراسی و آزادی، و باز خود مفهوم سیاست که دوگانه است در کشورهایی با سیستم دموکراتیک یه معنا داره، در جایی که تلاش برای رسیدن به دموکراسی است معنای دیگری داره، این همه یکی نیستن. بنابراین این خودش یک مسئله است. مسئله دیگه که در کنار این خیلی اهمیت پیدا میکنه موضوع کشف قدرت سیاسی، که باز خود این هم قدرت سیاسی هم در دموکراسی اون نیست که در بیرون از دموکراسی معنا پیدا میکنه. از اینجاست که یه سری مسائلی مطرح میشه، مثل مفاهیم مثل اتحاد، مثل اتحاد، مثل که خود این اتحاد و ائتلاف در دموکراسی یه معنی داره، در بیرون دموکراسی معنای دیگه ای داره. یکی موضوع خود موضوع رهبریه، که رهبری در دموکراسی باز یه شکله، یه معنا داره، در بیرون از دموکراسی مثل شرایط ما یه معنای دیگه داره. یکی پاسخ به قدرت سیاسی آلترناتیو یا جانشین حکومت هاست، که در دموکراسی یه معنی داره، در کشورهای نظیر ما که شما به درستی تعریفی از سیستم سیاسیش کردین در ابتدای برنامه معنای دیگه داره. در این چارچوبه که اون وقت سوال دوم رو بشه بهش پرداخت، که علت این همه حمله و نفرتی که در فضای اپوزیسیون، حداقل بخش از اپوزیسیون نسبت به فردی مثل شازده رضا پهلوی اعمال میشه چیه؟ این وقتی این مسئله که در مقدمه گفتم یکمی روشن کنیم، وقت میفهمیم، نزدیک میشیم به این، به نظر من به این که پاسخی برای این سوال پیدا کنیم. ببینید، در کشور اپوزیسیون در کشور دموکراتیک معلومه، اپوزیسیون معمولا یعنی حتما احزابی گفته میشن که برای مدتی مثلا کوتاه یا 4 سال 8 سال بالاخره در قدرت نمیان، توی مبارزات انتخاباتی مردم انتخابشون نمیکنن، در نتیجه میان بیرون از قدرت سیاسی قرار دارن، ولی مثلا تو پارلمان هستن و سعی میکنن که در دورهای بعدی انتخابات قدرت سیاسی رو یا کلا بگیرن یا در شرکت. در مورد ما که سیستم دموکراسی هنوز مستقر نشده تو کشورمون، اپوزیسیون ما عبارت است از یک مجموعی از آدم ها، تشکیلات ها، گروه ها، سازمان های بسیار سیاسی، سازمان های مدنی، سازمان های حقوق بشری، که همه اینا در مجموع تلاش میکنن که از اون وضعیت سیاسی به سامانی که در جامعه هست بگذرن. به عبارت دیگر تلاش میکنن که یک سیستم دیگه ای رو جانشین اون سیستم موجود بکنن. در اینجا چون ابزارهای رسیدن به قدرت شکلش فرق میکنه با ابزارهای رسیدن به قدرت در دموکراسی، هر جریانش که خود رو یک جریان سیاسی میدونه سعی میکنه که ایده های خود رو یک لباس ملی بپوشه. همه این کار رو سعی میکنه. البته این کار حتی در دموکراسی هم به همین شکل انجام میشه، منتها فرق اساسی اینه که در دموکراسی وقتی اینا این کار میکنن در صورت موفق میشن که پشتوانه اجتماعی مهم و قابل توجهی رو تو جامعه داشته باشه. یعنی در نهایت اون باز تصمیمی که مردم و جامعه از اهمیت داره که آیا اینها افکاری و خواستاری که بیان کردن واقعا خواستاری ملی میشه یا نمیشه. اونجایی که توافق ملت رو بگیرن یا بخشی از مردم بگیرن میشه خواستاری ملی، وگرنه خیر. در مورد ما گروه های سیاسی ببینیم که مجموعی از جنراتی هستن که هر کدوم یه سری خواسته های سیاسی رو برای آینده ایران مطرح میکنن و سعی میکنن که بقبولونن که این خواسته ها خواسته های ملیه، یعنی این خواسته ها رو انجام بدین ملت به خوشبختی میرسه، مثلا دموکراسی مستقر میشه در جامعه همون، آزادی ها به دست میاد و غیره و غیره. ولی ما اینجا هیچ وسیله ارزیابی و سنجشی نداریم که واقعا این خواسته ها خواسته ملی است یا خواسته ملی نیست. هم در چارچوب کلی دموکراسی، سکولاریسم، آزادی اینا مطرح میشه. یعنی شما میبینید تو اپوزیسیون به اصطلاح ایرانی تقریبا هیچ گروهی رو پیدا نمی‌کنید که این خواست
خودش رو به شکل خاص ملی مطرح نکنه، در حالی که می‌بینید وجود دارن احزابی که کاملا 180 درجه با دیگر در مقابل همیش دارن، ولی همشون مدعی هستن که خواستای ملی رو در واقع نمایندگی. خب یه مسئله است. مسئله دیگه مسئله کشف قدرت سیاسی. برای کشف قدرت سیاسی در کشورهای دموکراتیک ما می‌بینیم که مخصوصا در کشور اروپایی که معمولا یه دونه حزب نمیتونه قدرت سیاسی رو بگیره، عملی انجام میگیره که بهش میگن ائتلاف سیاسی. ائتلاف سیاسی عبارت است از نزدیک شدن یه سری احزاب به هم دیگه، بدبستان بین احزاب و به حال یک موازه مشترکی در مقابل سیاست عادی کشور انتخاب کردن که بهشون کمک میکنه که در واقع این ائتلاف قدرت سیاسی رو بگیره، برای مدت مثلا 4 یا 5 سال قدرت سیاسی در کشور داشته باشه و برنامه رو چلو کنه. در مورد ما که بیرون از دموکراسی ایستادیم، این عمل نمیتونه انجام بگیره. ما اسمن بگیم ائتلاف، در واقع تلاشیش برای اتحاد عملی است، در واقع میشه اتحاد عمل، اتحاد عملیش که میخواد قدرت سیاسی فعلی یعنی جمهوری اسلامی کنار بذاره و خودش جاش بشه. خب اینا یک خیلی خلاصه تفاوت‌های اساسی که در این قسمت توی سیاست، توی دموکراسی و سیاست در بیرون دموکراسی وجود داره تعریف کردیم. اما برای رسیدن به اتحاد یا بقول خیلی از این گروه سیاسی ائتلاف و یا رسیدن به اون مرحله‌ای که حکومت بذارن کنار بعد یک قدرت سیاسی جانشین کنن، یه موضوعی وجود میاد به نام موضوع رهبری. چون شما میدونیم که به هر حال مسئله سیاست بدون رهبری عملی نیست. در کشورهای دموکراتیک رهبری در واقع دست احزابی که این رهبری در واقع پشتوانه مردمی داره، احزابی که تو صندوق رهبری رو مشروعیت سیاسیش رو کسب کردن، ولی در مورد ما چنین امکانی وجود نداره. نه صندوق رأی وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، نه قانون انتخابات وجود داره. چی نیست؟ ما یه جامعه‌ای داریم که داره به قول شما داره سخت دست پا میذاره با یک حکومت خیلی عجیب غریب جبار خطرناک. خب ولی مسئله رهبری وجود داره، معناش و عملکردش فرق می‌کنه. در اینجا مسئله رهبری برمیگرده به این که تا چه حد یه آدمایی یا مثلا فردی داستان تا اینکه گروهی باشه، چه آدمایی ویژگی های مثلا خاصی دارن، یا این ویژگی های خاصشون حالا نتیجه مثلا یک بکراند تاریخی، نتیجه فعالیت های سیاسی شونه، نتیجه خوشنامی شونه، نتیجه در واقع کمتر خطا کردن تو سیاست شونه، نتیجه پاک دستی شونه و و و یه سری ویژگی های اخلاقی شونه که اینا مردم، بخشی از مردم به اینا در واقع اعتماد دارن. و این در واقع پایه اساسی این موضوع که یه سری رهبرای اجتماعی به وجود میان برای گذار، برای مبارزه، برای تحقق آرمانهای آیندهش. در این میان خب همه ما میدونیم که شخص شاهزاده رضا پهلوی به دلایل متعددی یکی از رهبرای برجسته مخالفین جمهوری اسلامی. حالا اینا وارد این بحث نمیشیم چون این کاملا دیگه امروز روشنه داستان از چه قراره، برای که به حال این فرزند یک پادشاهی که یه دودمان کوتاهی که به نام پهلوی نامیده میشه تعلق داره که به حال تحولات خیلی مثبتی در جای ما انجام دادن علیرغم نکات کمتر در واقع قابل ستایش، ولی در مجموع از نظر تودهای مردم، از نظر اکثریت جامعه، از نظر پدر مادرای نسل جوانی که امروز توی مبارزه میکنن قابل مقایسه، قابل قیاس با عملکرد جمهوری اسلامی نیست. و به این ترتیب هست که این آدم از این جهت یک نوستالژی پیدا میکنه مردم بهش دارن، از طرف دیگه خب یه آدمی که عملکرد خودش هم توی دوران مثلا 40 چند ساله نشون ده که آدمی که به دموکراسی احترام میذاره، به حقوق بشر احترام میذاره، آدم قابل قبولی از نظر مردم. و این باعث این شده که آدم یه سری محبوبیتی پیدا کنه که از بقیه مثلا آدم های محبوب و رهبر با فاصله خیلی زیادی جلو دار بشه. خودشم خیلی به این افتخار نمی کنه که چنین چیزی هست و سعی میکنه از این موقعیت پیدا کرده در جهت
در واقع آمارهای و آرزوهای عمومی مردم ایران استفاده کنه. خب بنابراین در اینجا این خود این اعتباری که وجود اومده بالقوه خطری است برای گروه ها و افراد سیاسی که نگاهشون به تحولات سیاسی شکل دیگه ای داره. مثلا ما اگه نگاه کنیم تو این طیف وسیع مخالفین جمهوری اسلامی، ما از راست افراطی داریم تا چپ افراطی، مثلا یعنی از فرض کنیم کسایی که حالا این راست افراطی منظورم پادشاهی خواهی سلطنت خواهی نیست، اینو تو این تعریفی که خیلی خیلی دقیق نیست. راست افراطی به اون گروه ها و اون افرادی گفته میشه، اطلاق میشه که مطلقاً جایگاهی برای یا مطلقاً یا به طور اساسی جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در تحولات اجتماعی سیاسی در واقع قائل نیستن و تصورشونه که تحولات تاریخی، تحولات اجتماعی توسط رهبران با یک کاریزمای قوی مثلا انجام. در چپ افراطی ما باز داریم جهنتی که خب بهشون میگیم جهنت مثلا مارکسیستی کمونیستی، که غالبا بقایای جهنت سیاسی دهه مثلا یکی دو دهه قبل از انقلاب و بعد از چند سال بعد از انقلاب هستن که خودشون رو به نام سازمان های مارکسیستی یا را ماویستی، طرفدار چین، طرفدار آلبانی، طرفدار روسیه و غیره غیره نمایش داده بودن و فعالیت هایی کرده بودن و همه هم به اتفاق بقیه شکست رو بودن جمهوری اسلامی. اینا تحولات اجتماعی سیاسی رو شکل دیگه ای میبینن، اینا به صورت انقلاب میبینن، به صورت اینکه تمام سازمان ها و زیر ساخت های اقتصادی اجتماعی و اداری کشور و به خصوص نظامی کشور باید داغون بشه، نابود بشه و توسط شوراهای ایدئالی آنها، اونایی که به ذهنیت شده هست، یک نظام جدیدی مثلا مثل کاری که اتفاقی در انقلاب 1917 روسیه صورت گرفته یا در چین فلانا، به این شکل به قضیه نگاه میکنن. خب میبینید که خیلی تفاوت زیادی ها سازمانی مثل سازمان مذهبی مارکسیستی مخلوطی مثل سازمان مجاهدین هست اینجا که اون خودش باز رهبراش انتخاب کرده، آینده ایران رو کاملا به صورت ترسیم کرده، به صورت یک جمهوری که رهبرش هم معلومه، رئیس جمهورش هم معلومه. خب اینا در واقع میشه گفتش که اینا به نوعی یک اقتدارگرایی در واقع خیلی غیر قابل گفتگویی رو مطرح کردن در صحنه سیاست. یعنی حتی اینا وارد گفتگو و بحث و اینکه خب ببینیم ما را چه کار میخوایم بکنیم هم نمیشه، یه شکل یک چارچوب رو طراحی کردن که توی چارچوب در واقع از این چارچوب خارج نمیشه. خب وجود یه آدمای مثل شاذ رضا پهلوی در تناقض آشکار با این نوع این جو اندیشه سیاسی برای کسب قدرت سیاسی، این در واقع من فهم میکنم که مشکل اساسی رو در اینجا باید دید. حالا برای که این مشکل رو در واقع اینا که نمیان میگن ما مشکلمون اینه، بنابراین میان از توی تاریخ چیز در بیارن، از روی نمیدونم اتفاقات واقعی و یا غیر واقعی که در مثلا دوران پدر و پدر بزرگ شاه رضا پهلوی اتفاقه داستان میمسرن و یا گاهی ادعا میکنن که اصولا بازگشت به سلطنت یک عمل ارتجایی عقب گرایی داره که اتفاق اینجوری نیست. خود تاریخ پادشاهیای در واقع پارلمانی که امروز در شمال اروپا شما شاهدش هستین و شاید در رده بالای کشورهای دموکراسی از نظر رسیدگی مردم و نظر خوشبخت بودن مردم و جوانان و بچه ها، از نظر رفاه اجتماعی و از نظر پیشرفت‌های فرهنگی علمی غیره تو همیشه رده های اول دنیا هستن، سیستمایی با نظام پادشاهی، نظام های پادشاهی پارلمانی. بنابراین و حتی بوده تو اینا که مثلا کشوری من زندگی میکنم، ما یه دوره جمهوری داشتیم و دوره هم میگن میرن پادشاهیش میکنم، هم چیزی نیست که همچه داستانی نیست که اگر پادشاهی باشه این است، اگر جمهوری باشه آن است، یا اگر به خاطر که تو تصور اینا اینه که جمهوری یه مرحله جلوتر از پادشاهیه. خب اینه به نظر من یک ارزیابیه خیلی خیلی ساده انگارانه و ساده لوحانه از سیاسته، برای که تصور اینا اینه که وقتی شما بگید نظام پادشاهی حتما یه پادشاه دیکتاتوری مثل مثلا پادشاه دیکتاتور
اروپا یا پادشاه های دیکتاتوری نمیدونم تو آسیا، حتما اون منظور داره که چنین چیزی نیست. امروز مسئله ای که پادشاه یا جمهوری رو در واقع متحقق میکنه تعادل نیروهای اجتماعیه. اگه مردم در اکثریت خودشون پادشاهی رو بخوان، خب نقش روشنفکرا اینجا اینه که همون کاری که روشنفکرای اروپایی کردن، میپذیرن پادشاهی رو ولی از محتوا در واقع از محتوای قدیمش خارجش میکنن. در واقع دموکراسیه که در کنارش پادشاه به صورت یک نماد ملی یا مثل یک پرچم، مثل یک چیزی که مردم بهش علاقه تاریخی مثلا دارن باقی بمونه، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیکنه. بنابراین خوب به میزانی که اقبال عمومی نسبت به شاهزاده زیاد میشه، خیلی طبیعیه که اون جریانات افراطی که تو جامعه ما وجود داره، تو جامعه که چه ارز کنم بیشتر توی مخالفین و غالبا هم خارج کشور هستن، نه در واقع اون جریان در حملش تندتر میشه، برای که احساس خطر بیشتر میکنه که ایده های سیاسیش در واقع عقب بمونه. و واقعیت اینه که اینطوری هم هست، برای که شما مثلا برای مثال اینه کنین، اینا فقط مسئله پادشاهی و شاهزاده هم نیست. شما تظاهرات های چند ماه اخیر که بعد از جنبش زن زندگی آزادی تو اروپا صورت گرفت، اگه دقت کنید میبینید که به یه سمبول ملی که ما رو پادشاه نه پرچم مثلا شیر خورشید، یک پرچم سمبول ملی مردم ایران، مثل همه ملت های دیگه که پرچمی دارن بالاخره، و اون نسبت این پرچم همین رفتار انجام شد. مثلا شما میدید تظاهرات خیلی بزرگی تو اروپا انجام میگیره که مثلا فرض کن از هر 100 تا پرچمی که حضور داشت پرچم ملی ایران بود، چیر خورشید بود، یه دو تا پرچم های مجعولی مثلا مال کردستان عراق، مال تجزیه طلبان عرب اینا مثلا دیده میشد. حالا یکی دو تا یا یه پرچمی با اینا داس چکش می اومد، بچه‌ای با عکس نمیدونم چه گوار اینا بود، وجود داشت. و خود این ابراز این گونه معنیش اینه که در واقع ترس یکی جریانات ضد دموکراتیک به عقیده من که خودشون در لباس جمهوری خواهی و در لباس مثلا مجاهد غیر ذلک نمایش میدن واقعی این ترس، و این خودش اشاره به این داره که به گمان من در آینده ایران این امکان خیلی وجود داره، امکان کوچکی نیست که یک نظام پادشاهی که من امیدوارم البته در این صورت پارلمانی یعنی همراه با دموکراسی و آزادی روی کار بیاد. و این خطر چون هست، بنابراین حمله هم هست، حمله بی خودی نیست. حمله چرا امروزه اینقدر شدیدتر شده؟ به خاطر اینکه خب با تعریفی که شما از حکومت جمهوری اسلامی کردید، این امروز معلوم میشه در واقع دنیا داره اینجوری نگاه میکنه که حکومت اسلامی با خطر طغیان‌های وسیع‌تری در مقابلش روبروست و امکان سقوطش خیلی شدید شده، خیلی نسبت به گذشته تصاعدی شده این داستان. و وقتی که خطر سقوط هست، بلافاصله مسئله قدرت جانشین هم مطرح میشه، و تو قدرت جانشین مسئله رهبری مطرح میشه، چون قدرت جانشین بدون رهبری که معنی نداره. چون قدرت جانشین با رهبریش تعریف میشه، خب یکی از رهبرهای مطرح و ممکن خود شخص شاهزاده رضا پهلوی، به این دلیل که مخالفت نسبت بهش شدیدتر میشه. ولی مشکل دیگه که اپوزیسیون داره اینه، به نظر من مشکل اساسی که اپوزیسیون داره و ما سالهاست توی مهستان راجبش صحبت میکنیم اینه که اپوزیسیون ما در مجموع اقتدار طلبه، و در مجموع فرق بین سیاست در دموکراسی و سیاست از بیرون از دموکراسی رو یا نمیدونه یا آگاهانه اینا رو محدود میکنه. یعنی مثلا برای که مثلا روشن کنیم، مثلا تو جلسات سیاسی یا گروه سیاسی میبینید که یه سری خواستهای معینی مطرح میشه. برای مثال طرز اداره کشور، شما میدونید در دنیا کشورها به اشکال مختلف اداره میشن، علیرغم اینکه توشون دموکراسی باشه یا دموکراسی نباشه فرقی نمیکنه. خب کسی که امروز اعلام کنه که من خواهان اداره آینده کشور به این شکل هستم و برو برگردم نداره، در واقع میخواد تحمیل کنه اقتدار خودش از همیان رو جنبش. در حالی که ما میدونیم دموکراسی اینجور مسائل توسط دولت‌های دموکراتیک با همکاری احزاب و با همکاری جامعه مدنی، با همکاری بخش‌های علمی مثل دانشگاه‌ها، مثل دانشمندان و غیر و غیر و با پژوهش‌های وسیع انجام می‌گیره. مثلا برای هر منطقه‌ای توی کشور دموکراتیک یک کاری بخوان بکنن،
کلی برنامه‌ریزی کنن، کلی بودجه میذارن برای پژوهش و بر اساس داده‌های علمی که وجود میاد یه برنامه میذارن. حالا ممکنه این برنامه اینطوری بشه که در اینجا بودجه بیشتر بشه، در اینجا بودجه کمتر بشه. خیلی مسائلی هست که امروز خب ما که تو کشور دموکراتیک زندگی می‌کنیم داریم شاهدش هستیم. ولی از این وسط یه سری مثلا ایرانیای اپوزیسیون در میان، آقا اصلا اگه این کار نکنی ما هیچ با هم باید رفاقت نمیکنیم، هیچ اتحادی نمیکنیم. خب معنیش اینه که اینا متوجه نیستن یا نمیخوان این مسئله رو بهش تن در بدن که تحولات سیاسی معینی که در جامعه اتفاق میفته این محصول تلاش بسیاری از ارگان ها و نهادهای اجتماعیه، نخواست یه حزب کوچولو که مثلا 10 تا 15 تا 100 تا 200 تا مثلا آدم اینا تو فنگ دار دارن اینو بخوای تحمیل کنی به جنبش. برای مشکل اپوزیسیون مشکل اقتدارگیریه. اپوزیسیون اگر دست از اقتدارگیری برداره چیکار باید بکنه؟ باید بگه که تمام این خواستای ال و بل و یک و دو سه رو همه رو ما می‌ذاریم به چی؟ می‌ذاریم به دوران بعد از استقلال دموکراسی در کشور. پس حالا ما میتونیم به عنوان افرادی که خواهان تحولات مثبتن، افرادی میخوان پاسخ بدن به این حضور مردم و جوان ها و نسل در واقع شجاعی که این روز تو صحنه سیاسی را وجود داره، اگه میخوای این کارش بونی و حمایت کنی از این راش اینه که تو این صف رو نشکنی. صف شکنی به این معنی که وارد نشی با یه سری ایده هایی که ربطی به تو من و بقیه نداره و مربوط میشه به آینده ایران. خب خود نشانه یکی از نشانه مهم اقتدارگیری همینه. یا یکی میگه پاشو میکنه دو تا پاش تو یک کفش حتما باید جمهوری باشه، فرق نمیکنه، یا بگه حتما پادشاهی باشه. اینا همه نشانه گرایشات اقتدارگرایانه است. گرایش اقتدارگرایانه دقیقاً در تناقض با گرایشات دموکراسی خانه مردم. بنابراین به گمان من ما در مجموع بخش اپوزیسیون ما بخش بسیار کوچکش دموکراتیک و دموکراسی خواهه، بخش بزرگ و تعیین کنندش در واقع اقتدارگراست. خوشبختانه یه شخصیتی هم مثل رضا پهلوی پیدا شده که به عقیده من به گمان من اینو ما میتونیم جایگاهش رو در بخش دموکراسی خواها قرار بدیم. درست. بذارید من یه پرسشی برام اینجا پدید میاد و اون اینه که در ادامه صحبت جناب علی، آقای دانشور، من مثلا خب به مناسبت کاری که دارم انجام میدم گوش میدم، دنبال میکنم برنامه های مختلف رو و میبینم که مثلا فرض کنید که همین دیروز در مهستان یه صحبتی این خانم الوند مطرح کرد و دالوند، و اون اینی که فرض کنید که رفته بودن با مقامات صحبت کرده بودن و اونجا وقتی ازش پرسیده بود که مقام هلندی که خب این آلترناتیو شما کیست چیست، ایشون که فرض کنید که وابستگی داره به حزب کمونیست کارگری، حتی اونجا نمیگه که ما حزب کمونیست کارگری هستیم، اینم مانیفست ماست، برنامه ما این، میگه انقلاب مردم رو حمایت کنید. خب اون یارو وامیسته عقب، یعنی اصلا میگه که اینا نه برنامه دارن نه هیچی، اینا فقط دارن نگاه میکنن مثل ما به مردمی که داخل ایران مشغول اعتراض هستن، پس ما هم صبر میکنیم ببینیم اعتراض اینا به کجا میرسه وقت تصمیم میگه. یعنی اینکه به انهای مختلف، یا فرض کنید که خانم عبادی وقتی دسترسی پیدا میکنه محل مهمی مثل پارلمان اروپا که به تعبیر ایرج مصداقی میگه تا کنون پای هیچ ایرانی به اون نقطه از پارلمان اروپا نرسیده، وقتی از ایشون هم صحبت میکنه هیچی در مقابل این که آلترناتیو کیست چیست ایشون هم هیچی نداره بگه. یا فرض کنید که خانم علی نژاد وقتی که میره سراغ مکرون و اون ازش میپرسه میگه ما زندانی ها. خب این که تعریف، یعنی نشون میده که این حتی اونی که عضو یه حزبه موقعی که به اون نقطه میرسه توان این که بگه که حزب من و مانیفست من 1 2 3 4 است رو نداره. این مهم چجوری حل میشه؟ مشکل کجاست که این جرأت بیان این که بگه که فرض کنید که خانم عبادی
تمایلش معلومه به شاهزاده رضا پهلویه، ولی اونجا که میرسه نمیگه شاهزاده رضا پهلوی. فکر میکنی دلیلش چیه؟ یا اون حزب کمونیست کارگری نمیگه حزب کمونیست کارگری، چیه مشکل؟ من فکر میکنم که این اساسی ترین ضعف جنبش سیاسی امروز ماست و طبیعی است که آدمای مثل خانومی که دیشب صحبت میکردن یا خانم عبادی و دیگران نمیتونن پاسخی بدن، یعنی در واقع پاسخ وجود نداره. علت هم اینه که ما جانشین رو با وجود نیاوردیم. این خیلی طبیعیه که رهبران اروپایی و تجربه جهانی خودشون طبیعیه سوال کنن خب شما که دارین این تظاهرات عظیم رو میندازین، مردم ایران که تو صحنه اینجور شایستگی از خودشون نشون دادن، زنای ایران که اینقدر در واقع فداکاری کردن و جنبش رو به اینجا کشوندن، خب این سوال خیلی طبیعیه که دو ذهنی اروپایی در بیاد. اونم تو رهبر سیاسی اروپایی، خب تشکیلات جانشین شما چیه؟ تشکیلات جانشین ما نداریم. خیلی واضحه اون نمیتونه بگه حزب کمونیست کارگری، چون میدونه هر بگه حزب کمونیست کارگری طرف یه لبخند میزنه. حزب کمونیست کارگری یعنی چی؟ اولا این کمونیست امروز به خاطر بی‌اعتباری در سطح جهانی بلا تشکیلاتی هم در واقع قابل اعتنا نیست و اونا میدونن این موضوع رو. خود و خانوم هم میدونه که چون ادعای خنده داره بگه مثلا حزب کمونیست من میخواد جانشین جمهوریش نباشه. اما من بحث سر اینه واقعا این جانشین چیست؟ آیا جانشین میتونه شاهزاده پهلوی بشه؟ به نظر من خیر، و خودش هم نمیخواد و درستم میفهمه که میگه نمیخواد، داستان رو میدونه چیه. ببینید ما وقتی میخواییم جمهوری اسلامی برمندازیم، جانشینش یه دولته. ما که ملتی هستیم که اولین اصلا دولت رو ایرانی ها برای اولین بار در جهان آوردن و ذهنیت یه ایرانی در طی تمام تاریخ طولانیش نسبت به قدرت سیاسی دولته، نه شورای انقلاب، نه خونتا، نه این، نه اون، دولته و درست هم هست. و اگر ما میخواییم به دموکراسی بریم احتیاج به دولت هم داریم. دولت یعنی چی؟ دولت معنیش خیلی ساده است در اینجا، آلترناتیف همون دولت هست. اما دولت کیه؟ آیا دولتیه که بعد از کنفکون شدن جامعه وجود میاد؟ خیر، اون دیگه اون دولت نیست، اون میشه جهان کمونیستی که تجربه تاریخی شکستش نشونده. بحث سر اینه که اگه ما بخواییم به دموکراسی برسیم باید از همین پتانسیل موجود در کشور خودمون، از همین وزارتخانه های موجود در کشور خودمون، از همین نیروهای سیاسی موجود در کشور خودمون در واقع جانشین به وجود بیاریم. منتها جانشین یه جانشین خیلی خاصیه، یه دولت به معنای خیلی محدودیه. دولت به مفهوم مدرن امروزیش با اون تعاریف مدرن نیست. یک دستگاه اداره کننده کشور در واقع که ما بهش میگیم دولت، که یه وظایف بسیار بسیار محدود ولی در این حال بسیار مهم به عهده‌شه که باید این وظایف رو به سرعت انجام بده و بسپره به دولت‌های منتخب دموکراتیک توسط مردم. بنابراین ما بحثی که ما توی مهستانم 5-6 ساله داریم میکنیم همینه. میگیم چی؟ میگیم آلترناتیو یا جانشینه جمهوری اسلامی یک جانشین ضرورتاً غیر دموکراتیکه. یعنی ما نمیتونیم بعد انداخت جمهوری اسلامی بندازیم بلافاصله چند ثانیه بعدش ما دموکراتیک برقرار کنیم، نمیشه، چون ابزارش نداریم، چون قانون اساسیش نداریم، قانون انتخابات دموکراتیکش نداریم، احزاب هم نرفتن شرایط قانون اساسی در مورد انتخابات رو بپذیرن و بیان مثلا منابع مالیشون رو اعلام کنن، منابع فرانشون رو، همه کار رو شرایط رو در واقع بپذیرن و برن تو انتخابات و بعد انتخابات بشه و بعد نمایندگان برن تو پارلمان، این کاری که همه جای دنیای دموکراتیک انجام میشه. ما این شرایط نداریم. بعد چی کار میکنیم؟ ما از همین الان بایستی از آدمای متخصص که بین بعضی کافی داریم، چه در داخل کشور، چه در خارج کشور، چه در زمینه حقوق و قانون که از قانونداران حقوقدان باشه، چه در زمینه‌های دیگه‌ای که مربوط به وزارتخونه‌های موجود در کشورمونه، باید حداقل بخشی از اون آلترناتیو یا بخشی از اون دولت رو به وجود بیاریم و اون رو به اروپا، به آمریکا، به مردمان جهان معرفی کنیم. شرط هم خیلی ساده است، شرط دشواری نیست. دشواری در وجود افراد اشتباه یا قدرت طلبی افراد اپوزیسیونه. شرط چی دیگه؟ نه، هیچ کدوم وابستگی حزبی نداشته باشن، یا اگه دارن وابستگی حزبشون رو بزن کنار، به خاطر که حزب ایدئولوژی سیاسی حزبی جاش زمانی که آن اصلی نوشته شده
و بر اساس قوانین اساسی نوشته شده این وارد فعالیت میشن برای رقابت، رقابت برای کسب قدرت سیاسی. بنابراین اون چیزی که امروز خطرناکه اینه که تو بیای ایدئولوژی خودتو عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی جا بزنی و این خطرناکه. چرا خطرناکه؟ برای که رقابت هم بایستدن پر تو رو نمیخوام و دعوا میشه، میبینی که الان رفت تو درسیز. پس اگه ما یک روشن یک جامعه میداشتیم که روشن فکر و الیت سیاسی عاقلی میداشت، امروز باید چیکار میکرد؟ باید نگو باقا جان ما میام وارد یک قرارداد اجتماعی با هم دیگه بشیم. کاری تو دنیای متمدن هم این کار کرده. قرارداد اجتماعی چیه؟ که ما هیچ یک از این خواستای سیاسی خودمون و خواستای حزبی خودمون و ایدئولوژی بخش های مختلف ایدئولوژی حزبی خودمون رو وارد قدرت جانشین نکنیم. پس جو قدرت جانشین تعریفش چی میشه؟ یک قدرت متخصص، یک قدرت تکنوکراتیک که بخش مهم بشم، بخش مهم بشم برمیگرده به قسمت مربوط به دادگستری، مربوط به وکلا، قانوندارا و حقوقدارا، چون اینا نقش بس بزرگی رو در شکل‌گیری آینده ایران دارن. مهمترین بخشی که در شکل‌گیری دموکراسی در ایران میتونه بهش میتونیم اشاره کنیم همین بخشه، چون اینان که قانون اساسی می‌نویسن، چون اینان که مجوز به دولت، به دولت فراحزبی جانشین میدن که این کارو بکن اون کار بکن، چون دولت نمیتونه قدرت سیاسی وقتی بخواد بره یک کار و یه پاسبانش باید در یخیر بگیره میگه شما برابر چه قانون یقیه من میگیری. خب پس ما یک نیاز اولیه داریم و اونه که یه بخشی از قوانین اساسی که مورد احتیاج بلافاصل بعد جمهوری اسلامی داشته باشیم. خب این کارهایی که باید انجام بشه، یعنی ما یه اپوزیسیون عاقل داشتیم چیکار میکردیم؟ روز خیلی خلاصه کنم، یه اپوزیسیون عاقل میرم جمع میکرد حقوقدانا قانوندارا رو جمع میکرد میگه آقا جان شما بشینید، شما الیت متفکرین جامعه، شما این که باید فردا این جامعه رو رقم بزنید، بشین براش قانوناشو در بیارید. خب خیلی هم دشوار نیست، اینا اولا بلدن خودشون، هیچ کسی بهتر از قانونداران و حقوقداران مفسر دموکراسی نیست. برخلاف تصور عامه که سیاسیون دموکراسی میخوان اینجوری نیست، اتفاقا قانونداران دموکراسی، دموکراسی بخش مهمش برای قانونه. خب اینا اینو وجود دارن تو دنیا، پراکندن تو خود ایران هم هستن. این کار دشواری نیست، باید سازمان بدی 20 تا 30 تا از برجسته‌ترین حقوقدان قانوندارا جمع کنی، بخش از قانون اساسی رو حداقل که مورد نیاز و قدرت سیاسی آلترناتیو می‌نویسن. یک شه. دوم شما باید وزرای اون رو درست کنی. حالا همه وزارتخونه رو تشکیل ندی، چند تا وزارتخونه مهم رو باید از حالا پیگیری کنی برای ساختنش. خب شخصی مثل رضا پهلوی این کارو به راحتی میتونه بکنه به خاطر اعتبار ملی که داره. و این اتفاقا وقتی این کارو بکنه و خودش هم این و خودش هم از سیاست، چون خوشبختانه از سیاست علمی دوره، دهن مخالفینش هم میتونه ببنده و اینجا جلوی هیچ کسی بسته نیست، همه جلوشون بازه. یه آدم مثلا یک آدم خوشنام کارای متخصص، آره بخواد بلوچ بشه، اصفهانی باشه، کرد باشه، سرندجی باشه، هر چیز فرق نمیکنه، این میتونه یه وزیر تو دولت موقت باشه و این دولت وظایفش رو معین کنه، چارچوبای عملش رو، کاری که ما کردیم و با تمام گروه سیاسی که 6 سال شما شاهد بودیم رهبراش اومدن تو مهستان، ما جدال داشتیم سر این بحث و هیچ کنشون پاسخ درستی نداشتن. وقتی ازشون گفتیم آجان تو هنوز تو دموکراسی نیستی که ادعای ایدئات موقع برقرار کنی، شاید اصلا مردم اینا ایدئال نپذیرن، از کجا میدونی تو؟ خب پس تنارش چیه؟ تنارش اینه که اتحاد و ائتلاف معناش اینه که ما بپذیریم یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر این که قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی یک قدرت فراحزبی کاردان تکنوکرات باشه با یه سری قانوندانای درجه یک، درجه به معنی که آشنا با آخرین دستاوردهای قانونی حقوقی بشری باشه، خیلی هم عجیب نیست، هستن ایرونیا لیاقت خودشون هم تو همه این زمین‌ها نشون دادن. شما به صورت تک نگاه کنی ایرونیا به صورت تک تک خیلی آدمای موفقی بودن به نسبت خیلی از کشور همجوارمون تو اروپا امریکا. خب و این هم نیاز مرحله ما اینه. بنابراین آلترناتیو یعنی چی؟ جانشین سیاسی یعنی دولت، یعنی دولت یا یه بخشی از دولت که بتونه همین بوروکراسی رو حفظ کنه. برای شما اگه این بوروکراسی رو به هم بزنین، برای شما اگه ارتش رو نابودش کنین و نیروهای نظامی رو نابود کنین، دیگه سنگ و سنگ تیم مملکت نخواهد بود. اما اتفاق میفته تو لیبی، تو سوریه، تو عراق، جای دیگه تو 100 سال گذشته افتاده. جایی تو اروپا شرقی نگاه کنید، اینا مردم متمدنی بودن، اینا نمیدن یا ارتش رو داغون کنن، دولت رو داغون کنن، همه رو زیر پا ببسن، نه اومدن همینا رو اصلاح کردن،
اون دیکتاتورای کمونیست رو انداختن کنار، تازه نکشتنشون، مورد رومانی استثنا بود، بقیه همه موندن، رفتن حزب تشکیل دادن، اومدن تو اپوزیسیون، کشورشون خیلی روال عادی رو به سمت دموکراسی طی کردن و هم از همون دستگاه موجود استفاده کردن. کاری که ما اینو باید یاد بگیریم. خب رضا پهلوی به نظر من یکی از چهرهایی که خیلی خوب در انطباق با این ایده، به همین دلیل یه آدمیه که تو شکلگیری آلترناتیو نقش خیلی اساسی داره، ولی خودش آلترناتیو نیست، چون یه فردی قرارش آلترناتیو باشه میشه یه دیکتاتور. و دیگه امروز دوران دیکتاتورا گذشته و خود خوشبختانه خود رضا پهلوی هم بینم واقفه. پس قضیه از نظر ما و از نظر صحبت هایی که شما فرمودید در مورد میستان ما بحث کردیم کاملا روشنه. ما وارد تازه اینجا من فرصت نیست بود اجزاش بدم، ما یکی یکی اجزاش رو صحبت کردیم. مثلا ما صحبت کردیم حتی که برای نوشتن قانون اساسی کسایی میگن انتخابات کنید خطرناکه و غلطه و ربطی به دموکراسی نداره. قانون اساسی نوشتن کار قانونداناست، کار حقوقداناست، می نویسن بعد می زنن به رفراندوم که مشروعیت سیاسی بگیره. و اگه شما برین آدم آره رو ممدنی قولی رو از اون ور این از اون اون از اون بیاری، یه مجموعه از آدم های کاملا مختلف و منافع رو بیارین توی جای بنشون بگیر قانون اساسی بنویس، یا قانون اساسی نمیتونه بنویسه، نتیجه شلوغی در کشور میشه، و یا چه اتفاقی میفته، یه قانون اساسی مزخرف ضد دموکراتیک بنویسه. در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده، ولی میبینین این هرچی ایده های غلط همینجور هست و خب متاسفانه نیروهای سیاسی ایرانی هم از رو دست هم دیگه کپی میکنن. هیچ کدوم نمیشن فکر کنن آقا یعنی چی اون اساسی انتخابات، یعنی چی، یا مثلا آلترناتیو یعنی چی. همینجوری این واژه ها رو گفتم برای خیلی خلاصه کنم، یه مشکل بزرگ اپوزیسیون ما یا مخالفین ما به اعتقاد من قاطی کردن مفاهیم از درون دموکراسی و بیرون دموکراسی. تمام اینا فرق داره. رهبری داخل دموکراسی اون نیست که در بیرون دموکراسیه. پاسخ به سوالات متفاوتی میدن. پاسخ به یک سوال معین یا سوال مشابه نمیدن. موضوع آلترناتیو هم اینجوره. آلترناتیو در کشور دموکراتیک خودشون برای پشتوانه مردمی دارن. ما هنوز معلوم نیست که کدوم یک نیروی سیاسی چه وزنی داره. اصلا شما مطمئن باشین اگه در ایران حکومت بیفته ده ها حزب جدید بداخلن شد، بعضی از اینا بزرگترین احزاب ایران خواهند شد. هیچ معلوم نیست حزبای در 15 نفری که خارج کشورن همون احزاب تشکیل دهنده قدرت سیاسی در ایران میشن، بسیار از اینا محو میشن. بنابراین این سیاست به مفهوم ایدئولوژی حزبی سیاسی گروهی رو باید بذارش بندازش برای دورانی که دموکراسی مستقر میشه. اینا مشکل ممنونه. آقای دانشجو میخوام یه خواهشی از شما بکنم، اونی که تا من این پرسش رو مطرح میکنم شروع سعی کنید، یه چراغ خیلی تاریک شد فضای شما، اگه ممکنه چراغ روشن کنید و بذار ببینیم که فرقی میکنه. هنوز که تغییری نکرد، چراغ روشن شد اصلا و ولی فرقی نکرد، زیاد افیری ایجاد نکرد. عرضم به حضور شما که خب صحبت آقای دانشور رو امیدوارم با دقت و فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری گوش بدیم بشنویم. ما یکی از مشکلات اونه که نمیشنویم، یعنی واقعا هنر شنیدن که آدم ها بتونن حرف طرف مقابل رو واقعا بشنوه، ما این هنر رو نداریم، کمتر تو ما هست، ولی این لغلقه زبان وجود داره و دائما در حال ارزده. چند تا نکته مهم وجود داشت به باور من. یکی این که انتظار این که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی به یک طرفت العینی، به یک چشم به هم زدنی یهو مملکت دموکراسی حاکم بشه، نمیدونم همه چی بر مدار قانون بگرده، خب این یه خیاله، یه آرزوه، ولی باید به اون سمت حرکت کرد، باید اون رو ساخت، باید اون ساخته شود. یه چیزی نیستش که از آسمان بیفته همچه تو دامن مردم. در هیچ کجای دنیا اگر ما همون سه عنصر تاریخ و جغرافیا و ادبیات رو دنبال کنیم، اینون در همه جای دنیا همینطوری بوده، یعنی ساخته شده. حتی
در کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل که یک ماکت رو داشتن، یعنی یه ماکت درست کردن، بعد بر اساس اون ماکت اعلامیه استقلال نوشتن، قانون اساسی نوشتن و مملکت رو روی ماکت ساختن، با همه اوصاف میبینی که مملکت وارد جنگ‌های داخلی میشه. بعد از این تازه دعواها آغاز میشه، کشتارهای زیادی صورت میگیره. بنابراین اینجور نیست که بخوابیم بیداشیم که جمهوری برود و مملکت دموکرات شود. نه، دموکراسی رو باید ساخت، باید با از طریق تعلیم و تربیت، از طریق استقرار قانون در حقیقت بایستی که به دموکراسی برسیم، بسازیم پایه‌های دموکراسی رو در اینجاها باید جستجو. نکته بعدی که بسیار مهم بود به نظر من این بحث قانون اساسی و اینکه قانون اساسی رو چگونه باید نوشته شود، چه کسانی تکلیف دارن برای نوشتن قانون اساسی. خوبه که از حالا یه پیشنویسایی داشته باشی، ولی این نیستش که اینا واقعا لازم الاجرا باشه، بلکه در فضای بعد از جمهوری اسلامی بایستی که اون قانون تدوین بشه، نوشته بشه و با مشارکت نمایندگان همه ملت ایران و فرهیختگان جامعه. با نکته بعدی که اشاره کردن بحث حضور دانشگاه است، مؤسسات علمی در پیشرفتی جامعه. ما چقدر دانشگاه های ما آمادگی چنین کاری رو دارن؟ ما یکی از مشکلاتی که در اصلا این انقلاب به وقوع پیوست همین بود که حکومت برخواست دانشگاه حرکت نمی کرد. دکتر ودی بارها این رو اینجا به انهای مختلف با ادبیات خودش تکرار کرد که وقتی موضوعی رو مطرح می کردیم دولت هم گفت اینا مربوط به دانشگاه است، برید داخل دانشگاه این حرفا رو بزنید، در حالی که در ممالک پیشرفته می‌بینی که یه پیوند عاطفی اساسا بین دانشگاه و دستگاه اجرایی وجود داره و اینا دائما با هم در تبادل فکر و نظر هستن. خب بذارید برگردیم سراغ آقای دانشور و دوباره بپرسیم که با همه این تعریفی که شما کردید به راستی من هنوز قانع نشدم که چرا نمیتونه این اجماع به وجود بیاد. اگه ممکنه این رو دوباره یک دو سه برای ما با توجه به وقتی که داریم، این رو یه 10 دقیقه وقت داریم، این رو برای ما توضیح بدین خوشحال خواهیم شد. من تصورم اینه که آینده ایران میتونه دو چیز کاملا متضاد بشه. میتونه آینده ایران یا آینده ای باشه که راهی رو طی کنه، مثل راهی که ملت های متمدن طی کردن و به دموکراسی رسیدن. میتونم راهی رو طی کنه که بسیاری از همسایگان ما طی کردن و به هیچ جا نرسیدن به جز خسارت و مشکلات و کشتار و قحطی و بدبختی، چیزی نه. هر دو تا آلترناتیو جلوی ماست. این بستگی داره به اون بخش فرهیخته، بخش الیت، بخش روشنفکر، هنرمندان، نویسندگان، شعرا، نمیدونم دانشمندان، فلاسفه، دانشگاهیان، اون بخش آگاه جامعه ما. اگه بتونه اسم بحث را داد بسی اون داره، اگه بتونه اون کاری بکنه و ما میتونیم از این خطرات رد شیم. اما این که واقعا آینده ایران و این اپوزیسیونی که به طور رسمی مثلا در خارج کشور و حتی در داخل کشور هش رقم خواهد زد، جای شک برای من. من فهم میکنم یک اتفاقی ممکنه بیفته اینه که فشاری که از داخل و از درون جامعه ما انجام میگیره، این فشار فقط به جمهوری اسلامی نیست، این فشار فقط به حاکمان امروز و موقت جامعه ما نیست، این فشار به الیت و سیاستمدارا و روشنفکرای ما هم هست. وقتی زنان جامعه ما یه حرکتی رو در صحنه سیاست و در صحنه عملی انجام میدن، شعاری رو مطرح میکنن که شعار بسیار بسیار مدرن امروزی و پیشرفته است و حتی قابل قبول، که چه ارز کنم
حتی نسبت به شعارهای مبارزات زنان در کشورهای پیشرفته جهان هم یک قدم جلوتر است، در این صورت این نمیتونه تاثیر خودش رو روی الیت روشنفکر جامعه ما نذاره. شاید این باعث بشه که بخشهایی از این اپوزیسیون که در واقع راهنماشون فقط اقتدارگرایی است، شاید اینا از صحنه خارج شن و بخشهای جوانتری که پاسخ بهتری میتونن به خواستای جامعه مدنی امروز ایران بدن اینا رو بیان. در این صورت این امکان وجود داره که اینا راهی رو برن که جامعه متمدن جهان را به جایی که ما از عراق و افغانستان در واقع الگو بگیریم و راهنمامون رو بشه، ما میتونیم از کشورهای اروپای شرقی الگو بگیریم، میتونیم از کشور آفریقای جنوبی الگو بگیریم، میتونیم از کشورهایی که وضعیت مشابه ما رو داشتن زیر اختناق توتالیتر بودن و تونستن رد بشن، ببینیم چیکار کردن رد شدن. غیر از این نبوده که اینا برای یه دوره قبل از قدرت سیاسی دست بردارن از اقتدارگری، از این درخواست های ایدولوژی های خودیشون شخصشون بسیارن که اینا محکوم کنن به دورانی که در جامعه آرامش دموکراسی و قانون برقراره. در اون موقع است که در پناه قانون، در مقابل در پناه حمایت قانونی وارد عرصه مبارزه رقابت حزبی میشن و در اونجاست که میتونن حرفاشون رو به کمک نیروی اجتماعی پشتشون به در واقع به عمل در بیاره، به منشش برسونن. ولی مشکل ما اینه، یعنی مشکل یه بخش هم هنوز به نظر من اینه که یه نسلی، این صحبتی که میکنن نسل های جوان، میگن نسل 57، یه مقداری من بهشون حق میدم تا حدودی حرفش نادرست نیست، درست تا حدودی، و اون به این معنیه که یه بخشایی که روشن فکر به اصطلاح من تو گیومه به کار میرم نامیده میشدن در دوره جوانی ما، سالای ابتدای انقلاب یا قبل از دهه قبل از انقلاب، اینا هنوز سایهشون تو اپوزیسیون هست. اینا هنوز، حالا خیلی هاشون هم اعلام کردن که مثلا فاصله گرفتن، مثلا اگر متعلق به ایدئولوژی های مارکسیست بودن اعلام کردن ما دیگه مارکسیست نیستیم، ما مثلا دموکراتیم، ما سوسیال دموکراتیم. ولی وقتی در مشی عملی سیاسیشون نگاه میکنیم میگه همونه، هنوز تغییر اساسی نکرده. خب اینا تلاش میخواد، اینا روشن فکر باید کار کنن، تلاش کنن و خودشون رها کنن از این تصورات. بی خود جوون به نسل ما یه مقدار ایراد میگیره، میگه شما بودین باعث بدبختی باشید. درسته که روشن فکران همسن سال من باعث بدبختی نبودن، ولی در این بدبختی شریک بودن، هیچ تردیدی نیست. همینجوری که در این بدبختی خود نظام پادشاهی هم شریک بود، همینجوری که در این بدبختی نمیدونم بخشایی از مذهبیون هم شریک بودن، بخشایی که چه ارز کنم اغلبشون. خب ولی نقش الیت روشنفکر، ما وقتی به آدم میگیم روشنفکر منظور اینه که منظور نیست کسی ملاش کتاب میکنه یا حرف میزنه. روشنفکر باید میگن کسی که بهش میگن وجدان نقاد جامعه، یعنی روشنفکر کسیه که بتونه از اون چارچوب هایی که توش قرار گرفته در بره، بتونه جامعه رو ببینه، بتونه خواست مردم رو ببینه و در اون راه قدم برداره، فکر کنه، اندیشه کنه، تبلیغ کنه، صحبت کنه، کار کنه. ولی ما هنوز جنبش سیاسی ما به این معنی نرسیده، برای همه که تو خیابون به همدیگه فوش لومپنی میدن. این نشانه اینه که هنوز تأثیر روشنفکرای دموکرات خیلی تأثیر غالبی در جنبش سیاسی ما نبوده. جنبش سیاسی ما هنوز جنبش به نظر من اقتدارگراست و بخش دموکراسی خواهش بخش خیلی ضعیفیه. به همین دلیل شانس این که ما به سرعت از طرف این روشنفکران به دموکراسی رسیدیم در واقع صفره، مگر اتفاقی در صحنه واقعی و در داخل کشور در انجام میشه. یعنی تنها امیدی که من شخصا دارم اینه که به جوانها و به خصوص زناست، اینان که پیگیرن در مطالباتشون و مطالباتشون کاملا دموکراتیکه، یعنی مطالبات زنان رو و جوانهای توی ایران رو شما نمیتونی با ایدئولوژی های حزبی توی اپوزیسیون بدی، مطلقا نمیتونی بدی. برای اینه که ما بحثمون این بود که برای دوران گذار همه اینا رو خارج کنیم، تمام ایدئولوژی ها رو بزنیم کنار، فقط یک تشکیلات دولتی متخصص رو از همیاران بریم پی آماده سازیش. و در اینجاست که نقش شخصی مثل رضا پهلوی نقش تاریخیش معلوم میشه. اگه این کار بکنه خب خودش و نامش تو تاریخ ایران میمونه، نکنه رضا پهلوی هم پوچ میشه مثل خیلی های دیگه. یعنی این اعتبار ابدی نیست، اعتبار آدم ها وسیع کار و عمل مشخص هم هست.
اگه کارهای مثل کارهای قدیمیش میکنه که بره با باسای تجدید طلب میشینه با اون میشینه، خب نه خراب میکنه حتی نام خودش. ولی اینقدر این آدم نامش هنوز مورد قبول مردمه که با اشتباهات چندان چندگانه که تاره کرده بازم هنوز جز رهبرهای طراز اوله. برای ما آرزو میده که این آدمی که خوش قلب و خوش نیت میدونیمش، آدمی که مطمئنیم که به دموکراسی رو داره، برای که دم از اقتدار گرایی هرگز نزده و نمیزنه. به این جالبه کسایی که از سلطنت میترسن اگه به تزای سیاسی رو نگاه کنی 100 برابر اقتدار گرایانه تره تا فرفای عمومی شخصی مثل رضا پهلوی. بنابراین به نظر من یکی از چهرههای دموکرات اپوزیسیون ایرانه، قابل اعتماده و امیدوارم که فقط دست به عمل بزنه. عمل زدن معنیش نیست خودش بشه آلترناتیو، عمل زدن معنیش اینه که کمک کنه در انتخاب آدمایی که میتونن این مملکت رو برای مدت 6 ماه، 1 سال، 1 سال، 2 سال اداره کنن، که خطری کشور رو تهدید نکنه، آزادی ها رو تهدید نکنه، زمینه فراهم بشه که انتخابات بشه، احزاب بیان تو کار، کاری که تو دموکراسی هم میشه و ما بیفتیم رو ریل معمولی دموکراسی. این تنها راشه، راه دیگه وجود نداره. تمام تزای دیگه که احزاب میدن اینجوری بشه، مثلا با معذرت شما تز این احزاب مثلا کردی رو بخونین، برای ای کوچکترین اجزای اتفاقاتی که باید بیفته نظر دارم. داره که اصلا کی به شما گفته این نظر اینجوری باید باشه؟ هنوز تصمیم گرفته نشده، هنوز دولت دموکراتیک نیومده، هنوز پارلمان تشکیل نشده. یه باید بحث میخواد توش، مگر توی جامعه که مدرن میرن جلو برای هر کار کوچولوش به سر کله هم میزنن در مقابل دیدگان مردم، در مشارکت جامعه مدنی روشن روشن و مشارکت مردم، مشارکت مردم شاید تعیین کننده است. برصورت ما امیدواریم که این هشدار جوونا توی صحنه عمل به بیداری برخی از روشنفکران و کسایی که علاقمند به سیاست هستن منتهی بشه. بسیار آقا ممنونم، سپاسگزار از همه مهر و حضور در برنامه. میخوام از شما خواهش کنم که به این یک جلسه این ختم نشود و بتونیم در فرصتهای دیگر از حضور شما بهره ببریم، از دانش شما، از تجربه شما که بسیار مهمه. شما دوره‌های مختلفی رو در حقیقت توی زندگی شخصی خودت طی کردی که متفاوت بوده با زندگی معمولی در حقیقت، و خیلی خیلی تلاش های شما برای رسیدن به عدالت اجتماعی و آزادی مهمه و این تجربه بایستی به نظر من منتقل بشود. بازم ازت تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما جناب دانشور نازنین. زنده و جاوید. قربان شما. بسیار سپاسگزارم. بها شنیدیم فرمایشات آقای حسن دانشور نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از شما نازنینان که دنبال کردید و دنبال خواهید کرد هم تشکر میکنم و مثل همیشه برای شما خوبان نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما ممنون.